به نام خدا، من احسان الله سعادتی هستم، مدرس دوره های فلوئنت و سی اف ایکس و شرکت پیتک. امروز سعی دارم به روش ساده ای شبیه سازی جریان در داخل یک پایپ یا لوله همراه با یک مانع خدمتتون توضیح بدم. به هر حال این ویدیو به صورت حرفه ای تهیه نشده و امکان داره ایراد هایی داشته باشه، چه از نظر کیفیت صدا، کیفیت تصویر و هم به هر حال اینکه من به صورت بداهه دارم در خدمتتون توضیح میدم، امکان داره بعضی از بخش ها نیاز به تصحیحاتی داشته باشه. این ویدیو به صورت پایه آماده میشه و امیدوارم براتون مفید باشه. بعد از اون اگر نیاز به اصلاحیه‌ای داشته باشه یا توضیحات بیشتری داشته باشه، شما میتونید سر بزنید به سایت شرکت ما ptecgroup.ir که توی بالای آدرس بار داره نشون داده میشه. و ما اینجا یک باشگاه مهندسان داریم که داخل باشگاه مهندسان شما اگر تشریف ببرید میتونید عضو بشید توی موضوعات مختلفی که حالا یک سری از موضوعات توی فلوئنت هستش، سوالاتتون رو بپرسین. احتمالاً یک تاپیک در خصوص همین ویدیو ما اونجا ایجاد خواهیم کرد و بعد شما میتونید اونجا سوالات بیشتری بپرسید به امید اینکه بتونه کیفیت بالاتری ارائه کنه و اگر احتمالاً ایرادی داره اونجا برطرف بشه. خب ما از نرم افزار ICEM CFD استفاده میکنیم، نرم افزاری که حدود 10 سالی هستش که جایگزین نرم افزار قدیمی گمبیت شده. گمبیت به خاطر اینکه تحت لینوکس بودش، کم کم توسط انسیس بعد از خریداری شدن فلوئنت کنار گذاشته شد و خب نرم افزار قوی تری که قبلا انسیس خریده بود تحت عنوان ICEM CFD مورد استفاده قرار گرفت. ICEM CFD اولا تحت ویندوز هست برخلاف گمبیت که تحت لینوکس بود و برای ویندوز ما ناشار بودیم از اینترفیس اکسید استفاده کنیم. از طرفی خب توسط خیلی از کمپانی های معتبر دنیا مثل فورد و خیلی از کمپانی های دیگه که داخل سایت انسیس بهشون ارجاع داده داره این نرم افزار استفاده میشه. الان ایرباس، جنرال الکتریک و خیلی از سازنده های خودروهای فرمول 1 و ارزم موضوع شما توربین گاز سازها و خیلی از سازنده های دیگه دارن از این نرم افزار استفاده میکنن. کار کردن با این نرم افزار هم ساده است و هم مشکل. سادگیش از این نظر هست که خب شما خیلی از امکاناتی که توی نرم افزار گمبیت نداشتید اینجا دارید و میتونید تولید شبکه‌های خوبی انجام بدید. و مشکل بودنش به خاطر همون آپشن ها هستش. وقتی آپشن ها یا تنظیمات و اختیاراتی که ما تو نرم افزار داریم زیاد میشه، بعضی وقتا انتخاب یک گزینه مناسب میتونه کار سختی باشه. برای ران کردن نرم افزار ICEM CFD میتونید به بخش مشینگ نرم افزار برید که البته من یک شورتکات براش ایجاد کردم اینجا تحت عنوان ICEM CFD 15. کمی طول میکشه تا نرم افزار لود بشه. خب این محیط نرم افزار هستش که خب مثل خیلی از نرم افزارهای دیگه بخشی برای هندسه تولید شبکه، که وقتی ما اینجا مش میبینیم منظور شبکه بدون سازمان هستش، و بلاکینگ که برای شبکه های سازمان یافته هستش و به جرات میشه گفت در مقایسه با نرم افزار گمبیت این بخش از نرم افزار بسیار قوی و قدرتمند هستش. ادیت مش برای ویرایش شبکه های بدون سازمان هستش که خب میتونیم هم شبکه های بدون سازمانی که در منوی مش تولید شده اینجا ویرایش کنیم. اصلا مثل بررسی کیفیت، مثل اکسترود کردن یا ادامه دادن یک بخش از شبکه، اسموس کردن یا هموارسازی شبکه، بخش کردن شبکه و خیلی کارهای دیگه. و در نهایت در تب آوتپوت یا نوار آوتپوت ما میایم سالورمون رو انتخاب میکنیم که خب برای این پروژه از ICEM FLUENT استفاده میکنیم و نهایتا با استفاده از گزینه رایت اینپوت میایم شبکه اکسپورت میکنیم. باقی تب هایی که اینجا وجود داره مثل پراپرتیز، کانسترینت، لوز و سالور آپشن یا سالو آپشن مربوط به حلگر یا شبیه ساز خود ICEM CFD هستش که چندان محبوبیتی نداره با توجه به حالا نرم افزارهای قدیم مثل فلوئنت، سی اف ایکس و انسیس که دارن تحلیل‌های جامدادی و سیلتی انجام میدن و تو خود خانواده انسیس هم هستن. دیگه کسی اقبالی به این نرم افزار روی بحث تحلیل نداره، ولی خب برای تولید شبکه همچنان میشه گفت یکی از قوی‌ترین نرم افزارهایی هست که توی دنیا وجود داره. توی جیومتری یا همون مدلینگ نرم افزار که کاری شبیه به نرم افزارهایی مثل کتیا، سالید ورک و مکانیکال دسکتاپ انجام میده، شما میتونید یک مدل اولیه تولید کنید. اگر بخوایم این نرم افزار ICEM CFD رو مقایسه کنیم با نرم افزارهایی مثل کتیا و سالید ورک، به مراتب ضعیف‌تر از اونها هستش و خود ICEM CFD هم اعلام میکنه که برای مدلینگ توصیه میشه از نرم افزارهای دیگه استفاده کنید، مگر اینکه مدل یا هندسه شما خیلی مدل و هندسه پیچیده‌ای نباشه. با این وجود ادعا میکنه ICEM CFD شما میتونید هندسه های پیچیده هم در این نرم افزار
تولید کنید که خودش یک مثالی که میاره یک توربین گاز یا موتور یک هواپیمای مسافربری هستش که با این نرم افزار تولید مدل شده. به هر حال ما مدلی که میخوایم تولید کنیم مدل بسیار پیچیده‌ای نیستش، تقریبا میشه گفت جزء ساده‌ترین مدل‌ها هستش و هدف اصلی روی بحث تولید شبکه و شبکه‌سازی جریان هستش. برای همین از نرم‌افزار ICEM CFD استفاده می‌کنیم و به هر حال هرچند که ما نرم‌افزارهای مثل سالید ورک یا کتیا بلد باشیم، خیلی وقتا اگر با مدلینگ خود ICEM CFD هم آشنا باشیم میتونیم به طرز ساده‌تری و یک پارچه و یک شب داخل همین نرم‌افزار کار تحلیل و کار تولید شبکه‌مون رو انجام میدیم. هرچند که شما اگر هر زمان نیاز داشته باشید از سالید ورک یا کتیا استفاده کنید، میتونید به راحتی مدلتون رو اونجا تولید کنید و با استفاده از فرمت‌های بین نرم افزاری مثل IGS یا STEP یا STL فایلتون اینجا ایمپورت کنید. خب توی نسخه‌های جدید خیلی روی نرم افزار کار شده برای اینکه بتونه به راحتی هندسه از نرم افزارهای دیگه هم ایمپورت کنه، که حالا انشالله توی توتوریال ها یا توی فایل های آموزشی بعدی در خصوص اون هم توضیح خواهیم داد. اما کاری که ما میخوایم انجام بدیم یک مسیری هستش که این مسیر ابتدا یک لوله داره با سطح مقطع ثابت، بعد وارد یک لوله میشه که شبیه یک مخروط ناقص یا یک کن هستش که این لوله به صورت واگرا در نظر میگیریم و در ادامه یک لوله با سطح مقطع بزرگتر که به نوعی میشه ادامه سطح مقطع بزرگتر همون مخروطمون ادامه داده میشه و در این میان ما یک گوه یا یک حالت مخروط ناقص توی مسیر داریم که جریانی که به این میخوره میان به صورت گردابه پشتش تشکیل میشه و بعد این گردابه ها میرا میشن و در انتها ما میایم شبیه‌سازی رو انجام میدیم. ما سعی میکنیم یک سری اصول پایه شبیه‌سازی توی نرم افزار خدمتتون بگیم. اما برای تولید مدلی که ما می‌خوایم انجام بدیم میایم توی جیومتری create modify surface. یه توضیحی که در خصوص این نرم افزار من بدم و در مقایسه با نرم افزارهای مثل گمبیت، برای دوستانی که قبلا از گمبیت استفاده کردن، گمبیت یک نرم افزار والیوم بیس هستش. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما می‌خواید یک مکعب تولید کنید یا یک استوانه یا کره تولید کنید، یک هش تولید میشه که دور تا دور این هش سطوحی تشکیل داده. اما وقتی توی ICEM CFD شما می‌خواید کار کنید، مبنای کار ICEM CFD سطوح هستش، به نوعی نرم افزار سرفیس بیس هست. حالا این یعنی چی؟ یعنی که زمانی که شما میخواید یک مکعب تولید کنید، مثل گمبیت یک حجم تولید نمی‌کنید که دور تا دورش هم سطح هستش. شما سطوح دور تا دور رو تولید می‌کنید، یک ماتریال پوینت یا یک نقطه فیزیکی در داخل این شما معرفی می‌کنید. خود ICEM CFD به صورت هوشمند میاد سطوح رو برمی‌گیره، می‌چسبونه و تشخیص میده که این فضا یک فضای کانتینیوم یا پیوسته هستش، که این فضای پیوسته میتونه سالید باشه یا میتونه فلوید باشه. خب، میایم تو جیومتری کرییت مودیفای سرفیس. اینجا گزینه‌های مختلف وجود داره. اولین گزینه‌ای که وجود داره تولید صفحه از چندین خط پیرامون هستش. گزینه کرو دریون یا کرو درایون که با استفاده از این شما میتونید یک خطی رو بیاید به صورت سویپ یا حالا به صورت کششی بیاید باش سطح تولید کنید. باز گزینه سویپ سرفیس داره که شما یک سطح رو معرفی می‌کنید، طبیعتاً خطوط دور تا دورش رو می‌گیره و برای شما این کار انجام میده. گزینه سرفیس آف ریولوشن که سرفیس آف ریولوشن کاملا مشخص است، شما یک منحنی مشخصه یا یک خط اولیه یا مولد میدید که با دوران حول یک اکسیس یا محور تقارن برای شما یک سطح مدور تولید میکنه. و گزینه های دیگه هم حالا بعدا خدمتون توضیح میدیم، مثل لاف سرفیس آور سرفیس کرز که ما مشابه اینا توی گمبیت هم داشتیم. یعنی شما چند خط معرفی میکنید و نرم افزار به نوعی با میانیابی میاد مسیر یک صفحه عبور داده شده از روی خطوط رو برای شما تشخیص میده. اما کاری که ما میخوایم انجام بدیم استفاده از استاندارد شیپس یا همان سطوح هندسی استاندارد هستش که اینجا شما گزینه مکعب یا باکس میبینید، اسفیر یا کره، سیلیندر یا همون استوانه و حالا سطوح دیگه که بعداً خدمتتون در موردش توضیح خواهیم داد. اما روش کار به چه صورت هستش؟ اینجا خیلی راحت بدون اینکه شما بخواید قبلش نقطه یا خطی تولید کرده باشید میتونید مستقیما مختصات شبیه‌سازیتون یا مختصات مدلتون رو بدنید. اولا من میام روی سیلیندر. روی سیلیندر که اومدم دو تا رادیوس یا شعاع از شما میگیره.
برخلاف گمبیت که وقتی شما دو تا شعاع مختلف به نرم افزار میدید براتون یک بیزیگون یا یک استوانه، ببخشید بیزیگون اشتباه هستش، یک استوانه با سطح مقطع بیزی براتون تولید میکنه، اینجا به این صورت نیستش. دو ردیوس یا دو شعاع مربوط به دو سر یک استوانه هست، یعنی وقتی شما اینها متفاوت میدید یک مخلوط ناقص براتون تولید میشه که برای اینکه حالا یک حسی نسبت به قضیه داشته باشید، اگر یک سمت از سرها رو صفر بزنید یک مخلوط کامل میشه که البته چون سطح یک سمتشون صفر میشه منطقی نیستش و ما از این دستور برای تولید یک مخلوط استفاده نمی کنیم. دو گزینه بیس داره، بیس یک و بیس دو. هر استوانه دو طرف داره. اگر شما بیس یک یا بیس دو رو بردارید اون سمت سطحی تولید نمیشه، به نوعی انتهای استوانتون باز خواهد موند. خب اما من چیزی که میخوام بزنم یک لوله اولیه با شعاع یک و به طول 5، یک مخلوط ناقص به طول 5 با شعاعهای شروع 1 و 2 که به نوعی باگرا میشه و در ادامه یک استوانه با شعاع 2 و به طول 20 که توی ادامه بعد از اینکه مانع رویت میکنه ما سعی میکنیم یک طول بیشتری بدیم برای اینکه بیک ها یا گردابه های دوباله های جسم میرا بشن. خب پس اولین کاری که میکنم یک و یک رو تنظیم میکنم که به نوعی همون یک استوانه کامل خواهد بود. بعد دو نقطه باید معرفی کنم. میتونم قبلا این نقاط رو معرفی کرده باشم و فقط بیام اینجا انتخاب کنم، یعنی نقاط قبلا تولید شده باشه، یا اینکه به روش راحت تر مختصات اون دو نقطه‌ای که میخوام روش استوانه تولید کنم معرفی کنم. حالا این دو نقطه چی هستن؟ یک نقطه در ابتدای استوانه و یک نقطه در انتهای استوانه، هر دو قرار گرفته بر روی اکسیس یا محور تقارن استوانه هستش. روش معرفی به این صورت هستش. آکولات باز، توجه داشته باشید این آکولات هستش. خیلی سر کلاس ها من دیدم که به جای آکولات از براکت یا بعضن پرانتز استفاده میکنن، شاید به خاطر شباهتش باشه توی فیلم، اما چیزی که ما داریم استفاده میکنیم آکولات یا همون کلید جیم بر روی صفحه کلید هستش که در کنار آکولات بسته یا همون چه قرار گرفته. پس میشه آکولات باز، صفر فاصله صفر فاصله صفر، یعنی من میخوام شروع استوانه از نقطه 0 و 0 و 0 باشه به خاطر اینکه نرم افزار ICEM CFD کلن سه بعدی کار میکنه. فاصله نقطه دوم میخوام معرفی کنم آکولات باز، 5 فاصله 0 فاصله 0 آکولات بسته. پس استوانه از 0 و 0 و 0 تا 5 و 0 و 0 به شعاع 1 یا به همون قطر 2 تولید خواهد شد که اینو اپلای میکنم. خب اگر احتمالاً هندستون رو ندیدید یا سطحتون رو ندیدید، اولا با نگه داشتن کلید چپ موس و تکون دادن میتونید روتیت کنید و مدلتون رو بهتر ببینید. ثانیاً بعضاً امکان داره قبلاً به صورت پیش‌فرض توی جیومتری توی بخش مدل سرفیس خاموش باشه یا حتی کرف هم خاموش باشه با وجود اینکه شما مدل رو تولید کردید اما دیده نمیشه. پس این دوتا روشن میکنید. اگر بخواید توکور ببینید یا حس بهتری نسبت به این داستان داشته باشین، شما میتونید از گزینه سالید سیمپل دیسپلی استفاده کنید که باز حالا اگر اینجا نگاه کنید گزینه های دیگه هم داره که هر کدوم از این گزینه ها یک مقدار کارتگرافیک رو درگیر میکنه. اگر مدل شما مثل مدلی که الان ما داریم کار میکنیم مدل ساده باشه تفاوتی نمیکنه، اما اگر مدل شما مدل پیچیده باشه بهتر از گزینه های ساده تر گرافیکی استفاده کنید، یعنی که نمایش خیلی زمانبر نباشه. خب تا اینجا یک کار داشته باشیم تا اما بعد از اینکه این بخش تولید کردیم میریم سراغ ادامه داستان. یک اشتباهی که من الان کردم این بود که من وقتی میخوام اینو به عنوان یک ورودی در نظر بگیرم، یعنی سمت چپ و سمت راست میخواد ادامه دامنه حل باشه، اینجا نباید بسته باشه، یعنی راه داره به ادامه دامنه حل. من بهتر بود بیس دو رو خاموش میکردم، اما با توجه به اینکه تولید کردم میتونم خیلی راحت بیام اینجا از گزینه دیدی سرفیس استفاده کنم، روی اینجا کلیک کنم و اینو پاکش کنم. اما روش پاک کردن چی بود؟ حالا یک توضیح دیگه اگر بخوام خدمتتون بدم، اینجا روی گزینه دی سرفیس که اومدم به حالت کراس یا همون علاوه در میاد، این علامت سلکشن نرم افزار ICEM CFD هست، شبیه گمبیت که به حالت چش در میادش اینجا به صورت به اضافه در میاد. حالا با کلید چپ موس کلیک میکنم و بعد که مطمئن شدم از انتخابم، یعنی همین سطح رو میخوام پاک کنم، با کلید وسط موس تایید میکنم که این سطح پاک بشه. حالا اگر سطح دیگه یا نمیخوام پاک کنم باید کلیک راست کنم روی موس
از این حالت کراس یا انتخاب در بیاد. الان میتونم داخلش رو ببینم. خب حالا ادامهش من میخوام یک مخروط ناقص سولید کنم. باز برمیگردم به گزینه Create Modify Surface Standard Shapes Cylinder. مخروطی که شروعش یک خواهد بود و انتهاش دو خواهد بود و طولش هم میخوام سه بدم. پس شروع میدم دو، ببخشید شروع میدم یک، انتها میدم دو. دو طرفش به دامنه حل راه داره، یعنی هم قبلش دامنه حله و هم بعدش. پس بیس یک و بیس دو برداشته میشه تا دو سر باز باشه و با دامنه حل راه داشته باشه. اما میخواد ادامه استوانه فعلی باشه، پس شروعش میشه مختصاتش پنج و انتهاش میشه هشت. حالا اگر اپلای کنم این میشه مخروط ناقصی که جریان میخواد بیاد وارد اینجا بشه. خب حالا در ادامه و در انتها من میخوام یک پایپ یا استوانه بزنم که دامنه حلم دیگه بسته میشه. میزنم ردیوس دو به دو، یعنی هم ابتداش دوه و هم انتهاش، پس همگرا واگرا نخواهد بود. طبیعتا شروعش از هشت خواهد بود و انتهاش با توجه به اینکه میخواستم 10 سانت یا حالا به طول 10 باشه میشه از 8 به 18. اپلای میکنم. این ادامه یک مقدار بزرگتر دادم به خاطر اینکه این ویک ها یا گردابه ها میرا بشه. برای اینکه خیلی زمان شبیه سازی فعلا به عنوان یک فایل آموزشی طولانی نشه، من این طولش بیشتر از این ندادم. اما طبق عرف یا قانونی که برای شبیه سازی وجود داره، اگر من اینجا یک مانعی دارم مثلا به طول یک سانتی متر یا به طول مشخصه یک سانتی متر، بهتر 10 برابر این ادامه بدم تا اون دنباله ها میرا بشه. فقط اشتباهی که باز من کردم، میبایست اینجا بیس دو رو میزدم تا انتهای دامنه حل بسته بشه. اما اشکالی نداره، برای اینم یک ما روش داریم که برای شما میتونه یک کار آموزشی باشه. میام اینجا توی گزینه سیمپل سرفیس، با توجه به اینجا سطح و خطوط دور تا دورش تولید شده، من میتونم توی سیمپل سرفیس اینو انتخاب کنم، این خط، و کلیک وسط کنم. به راحتی براتون بست. پس الان دامنه حل من پوسته بیرونیش کامل شد. اگر بخوایم نگاه کنید دور تا دورش، میتونید با کلید چپ موس روتیت کنید، با کلید وسط پن کنید، پن کردن یا همون موو کردن یا جابجا کردن، و با کلید راست موس نگه داشتنش و بالا و پایین کردن شما میتونید زوم این و زوم آوت کنید. خب بهتره تا همین جای کار مرزهامو تفکیک کنم، چون زمانی که من تولید میکردم مرزها تفکیک نکرده بودم که البته راهش بود برای اینکه تفکیک کنم. میتونم الان بیام این تفکیک رو انجام بدم. اینجا اگر سمت چپ نگاه کنید تو نمودار درختی یک پارتس هست یا بخشهای تحلیلی، این همون باندری هایی هستش که بعدا توی نرم افزار فلوئنت تفکیک شده. اگر رو علامت به اضافه کلیک کنم همه تحت عنوان جیام هستن. جیام سرشاخه یا پیشفرض نرم افزار از ICEM CFD برای هندسه ها هستش، یعنی همه مرزها قبل از اینکه شما تفکیک کنید توی جیام هستن. شما وقتی تفکیک میکنید کم کم از جیام اینها جدا میشن.